در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از درگذشت چند تن از اهالی فرهنگ و هنر، انتقاد از سیاسی شدن فرهنگ، اظهار نظری درباره فعال شدن ممیزی از سوی ناشران کتاب و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. انتقاد از سیاسی شدن فرهنگ. علی اصغر حداد مترجم پیشکسوت از سیاسی شدن فرهنگ انتقاد کرده و گفته انتظار دارد فرهنگ را به اهالی فرهنگ بسپارند. او با گلایه از عدم تغییر روی کرد و نگاه به فرهنگ و هنر در دولت‌های گذشته گفته امر فرهنگ را از آغاز به اهالی فرهنگ نسپردند و به همین علت امر فرهنگ به یک امر سیاسی تبدیل شده. دولت‌ها خودشان را قیم همه چیز می‌دانند و گمان می‌کنند همه چیز را می‌دانند و دیگران هیچ چیز نمی‌دانند. نتیجه همین می‌شود که شده است. درخواست ورود ناشران به ممیزی کتاب. یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد در نخستین جلسه از نشست‌های خود با تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه نشر با تأکید بر اینکه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی باید محتوای نشر را هم کارشناسی کند، گفته ممیزی باید از سوی ناشران در فرایند نشر دیده شود. ناشر باید احساس مسئولیت کند و قبل از وزارت ارشاد فرایند بررسی و تایید کتاب در سازمان داخلی ناشر انجام شود. متاسفانه رویه ای ایجاد شده که گاهی ناشر کتاب را به وزارت ارشاد می دهد و توقع دارد تمام ممیزی ها همینجا انجام شود، در حالی که اداره کتاب باید نظارت نهایی را انجام دهد. آخرین وضعیت معرفی فیلم ایرانی به اسکار. معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار در انتظار تعیین اعضای کمیته انتخاب و تشکیل جلسه در بنیاد سینمایی فارابی است. در حالی که برخی کشورها فیلم‌های خود را به آکادمی اسکار معرفی کرده اند و تنها یک ماه تا پایان مهلت برای این کار باقی مانده، هنوز فیلمی از ایران به این آکادمی معرفی نشده است. آخرین مهلت معرفی نماینده رسمی کشورها برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار اول نوامبر یعنی 10 آبان است. نامزدهای نهایی اسکار 8 فوریه 2022 یعنی 19 بهمن و مراسم اسکار نیز 27 مارس 2022 یعنی 7 فروردین برگزار می شود. تکذیب ممنوعیت عکاسی در موزه ها. در حالی که صفحه رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با استناد به بخشنامه اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی نوشته بود به دلیل رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی و حفظ ماسک در زمان گرفتن عکس یادگاری و سلفی تا اطلاع ثانوی عکاسی در مکانهای سربسته موزه ها ممنوع است، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفته با توجه به واکسیناسیون گسترده‌ای که در کشور انجام شده، عکاسی در فضای بسته موزه ها به شکل فردی ممنوع نیست. موزه ها و اماکن تاریخی ایران پس از 5 ماه تعطیلی از 27 شهریور مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا بازگشایی شدند. اعلام برنده جایزه نوبل ادبیات. جایزه نوبل ادبیات سال 2021 به عبدالرزاق گورنا، نویسنده 72 ساله اهل تانزانیا رسید. او در ابتدا به زبان سواحیلی می‌نوشت ولی بیشتر کارهایش را به زبان انگلیسی نوشته است. کمیته نوبل ادبیات عبدالرزاق گورنا را به سبب نفوذ سازش ناپذیر و دلسوزانه او در تأثیرات استعمار و سرنوشت پناهندگان در شکاف میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات معرفی کرده است. درگذشت چند تن از اهالی فرهنگ و هنر. در هفته گذشته علی گلستان، نقاش معاصر، به علت اثرات ناشی از ابتلا به کرونا درگذشت. گلستان متولد 1319 در تهران و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای تهران بود. مجموعه آثار طبیعت این نقاش از شهرت بسزایی برخوردار است. همچنین فتحعلی اویسی، بازیگر سینما و تلویزیون که از چندی پیش در بیمارستان بستری شده و به کما رفته بود، در پی خونریزی مغزی درگذشت.
اویسی زاده سال 1324 و فارغ التحصیل کارگردانی و بازیگری سینما از دانشگاه ایالتی تگزاس بود. او در دهه‌های گذشته سینما ایران در فیلم‌های ماندگاری چون ناخدا خورشید، هامون و بانو به ایفای نقش پرداخته بود. امیر حسین افراسیابی شاعر و مترجم پیشکسوت و از بازماندگان جنگ ادبی اصفهان و ساکن هلند، حسن فدایی شاعر، کاوه نجم‌آبادی هنرمند و پژوهشگر هنری و آذرتاش آذرنوش نویسنده، محقق و استاد دانشگاه در زمینه زبان و ادبیات عرب نیز از درگذشتگان اهالی فرهنگ و هنر در این هفته بودند.